بر مرد دلان پند مده خشمه یزار، زیرا که ابو جهل مسلمان شدنی نیست. ولی کسی که الله جل مجدوه هدایت دارد به مجرد شنیدن سخن حق در حال سمعنا و اطعنا میگه، شنیدیم و اطاعت میکنیم. این چیزی را باز هم دوست دارم که شما بفهمید، همین رسم و رواج هاست که چند روز از تماس ها میاید از هر گوشه و کنار، مردم شکایت داره از خانم های خودشان، میگه چیزی به نام رسم و رواج در بینشان جریان داره، خانه یک کسی که میرن با 200 افغانی 300 افغانی میبرن، مخصوصا که باز او عروس آورده باشه، پول میبرن 500 افغانی و هر کس در روز تلاش میکنه پول بیشتر ببره، در حالی که بسیار مردا شکایتشان این است که ما توانایی پرداخت همین را نداریم. و در بسیار جاها رواج هست که خانه هر کسی که میرن یه چیزی جور کرده در خانه میبرن یا از بازار چیزی میخرن، یعنی نبردن را عیب میدانن، میگه خانه فلانی مهمان شدیم یک چیز حتما باید ببریم. تحفه و هدیه چیز خوبی هست. رسول صلی الله علیه وسلم میگه شما هدیه بتین محبت کسب بکنید، یعنی هدیه دادن کار پسندیده است، اما این را لازم گرفتن و این را ضرور دانستن و این را واجب دانستن که خامخواه باید ما این کار انجام بتون و الا او خواهر خاندین خفه میشه یا ما شرم میای کجا برم، باز ما نمیرم چون اونها بارها آورده من هم باید ببرم. این رسم رواج هاست مادرای گرامی، بعضش انجامش محمود است خوب است، ولی سنت و فرض و واجب نیست که ایره لازمی بگیرید. بسیاری کسا از رفتن به خانه خیش و اقربای خودشون اجتناب میکنن، نمیرون، خیلی وقت شده میگه من اوجه که برم یک سوغات کار است، یک چیزی به همراه خود ببرم، یک کارتن کیک کار است، کور تواناییش من ندارم به می خاطر من نمیرم، و یا ای که 100-200 افغانی آورده من باید 200 افغانی ببرم. نمیفهم که در کجاها شما پول میبرید، در کجاها شما پول میبرید او را من اطلاع ندارم. پول میبرید یه 500 افغانی 1000 افغانی میبرید. مادر گرامی ببینید، شما رواج هایی که در شرایط جاری در کشور ما مردم افغانستان اکثرشان زیر فقر زندگی میکنن، فقیر هستن، اینا را اذیت دادن، آزار دادن، تکلیف دادن در حالی که تواناییشان نمیرسن، به اونا تحمیل کردن که ما فلانی جای میرم یک سیالی دارم، سیالی میگن سیالی داریم که حتما ما باید 500 افغانی یا 1000 افغانی ببرم، ما باید از دیگران کم نباشم، و یک سلام دارم میگه کم بودی بینیت ببر. این رسم و رواج ها را خواهشان شما ترک بکنین، چون در یک منطقه اگر شما زندگی میکنین 5 تا یا 10 فامیل همین عمل را انجام نده آیسته آیسته شایع میشه. قبلا خو نبوده، یک کسی کرده این قشایع شده که کلی کشور را گرفته. حالا اگر شما نکردین آهسته آهسته در بین مردم هم به گوش ها میرسد کمی ددین نیست که فلانی ها نمیکنن. چرا نمیکنن؟ میگن که ددین نیست، میگن که تکلیف است، میگن که این مسلمان ها را به مشقت و رنج انداختن است. یک کسی که عروسی میکنه تخت جمعی دارن، باز هر کسی یک تحفه باید بدهد، حتی گاهی وقت تحفه ها از طرف خود عروس انتخاب میشه، خود عروس میگه دمه یک دونه انگشتر بیاد، این بیچاره نان خوردن در خانه نداره، خودش دانه انگشتر نپوشید، عروس پیام میمانه که دمه یک دانه جوری برقی بیاد، یه عمر دراز خودشان جوری دستی در خانه داشت، خودش جوری برقی نداره، حالا عروس خواهش کرد یک جوری برقی بیاد برام، دیگه نان بیار برام، دیگه منتو بیار برام. یه از طرف خود عروس پیشنهاد میشه که این رسم رواج ها کمرشکن است، این رسم رواج ها خیلی خرابی ها به بار آورده. حالا یک مادر یا یک برادر وقتی میره به مراسم حج، از مراسم حج که برمیگرده این شرایط و رسومات در بین ما زیاد شده که مردم از رفتن حج منع کرده، او توانایی رفتن حج داره ولی توانایی سوغات آوردن نداره. بازه ایجه که آمده زنا میرفت دیدن زنا یک دانه چادر برشان داده شد، یکی یک رسم رواج است، میگه که نباشد بودی خیلی زیاد شرم هست، مردم میرون باید یک دانه جای نماز داده شود. آخه چرا ما اینقدر
مصرف‌های گزاف بیجا، مصرف‌های گزاف بیجا. همه قدر پولی که خودت به خاطر جای نماز به یک برادر مسلمان که من یک جای نماز برشان بتوم از مراسم حج 50 افغانی با جای نماز مشهور از بازار 50 افغانی خریداری میشه. خب کل ازیر جمع کده یک فقیر بیتا که پولی اضافه است. به یک برادری که در تلاش عروسی است، توانایی عروسی کردن را نداره، برازو کمک کو عروسی بکنه، خواهر مسلمان هم به عفت برسه، ای برادر هم به عفت برسه. متاسفانه که کس در اینجا مصرف نمی کنه. تمام جاهایی که رسم و رواج هست و در بین مردم با برفتنشان هم یک ختم میگیرن داخل هتل. آجی صاحب میره به حج یک ختم گرفتن داخل هتل. او خود جای فقیران است. ختم برای کی گرفتی؟ غذایی که برای ختم، برای خیرات آماده شده ایره باید فقیر بخوره، نه پول دار و ثروتمند. خب کسایی در اون مراسم باز اشتراک میکنه که کلشان پایینترشان یک موتر 2000 داره. فقیر که اوجا نمیره. از اوجا که آمدم، آجی صاحب از اوجا آمده، دیگر لازم است که باز یک ختم و خیرات دیگه بگیره. او مرتبه در یک هتل بود، آره در یک هتل کلانتر دیگه بگیره. این واقعا رسم و رواج های کمرشکن بیجا و خدا هم راضی نیست، الله هم راضی نیست. این خیرات خیرات هم نیست که به این بتانیم ما الله را راضی بکنیم. یک رسم و رواج است که فقط به خاطر نام و شهرت، به خاطر سمعه و ریا، به خاطر که مردم بگوی فلانی آله به حج رفته پوت پنهان نمانه که بعد از این دیگه مردم نام مسدا نکنه مرا آجی صاحب بگویه. الله جل مجدوه از درون ما را حاجی واقعی بگردانه. او حاجی که برود به حج پس دوباره برگردد هنوز ریش بتراشد، چه فایده رفته نیست؟ او خوش رفته توبه کرده، او رفته حاجی که باور بکنی کسایی بودن که از حج بیت الله آمدن همون شب، همون شب ریش خدا خوب تراشیدن که فردا مردم میای باز نخنده که ریش فلانی که میرسیده یه از حج بیت الله آمده. حاجی که به حج بیت الله بره و دوباره بیاید باز هم به مو گناه های قبلی خودش ادامه بده، باز دروغ، باز فریبکاری، باز خیانت، باز ظلم به سر زنش، خب فایده نمیکنه. خیلی حاجی صاحبا بودن، دور از حاجی های خوب باشه، البته من با خوبا کار ندارم، دور از خوبا باشه، خیلی بی بی حاجی صاحبا رفتن به حج بیت الله آمدن داخل هتل وقت لباسشان رو میبینی فکر میکنی که اینا حج بیت الله نرفتن، آمریکا رفتن. فایده نمیکنه، نام خوش هیچ درد را دوا نمیکنه، هیچ درد را دوا نمیکنه که ما هر کار باید بکنیم که مردم از ما راضی باشه، الله راضی باشه، رضایت الله مهمتر است. بینان رسم و رواجهای گنده، رسم و رواجهای کمرشکن، رسم و رواجهایی که واقعا مردم خسته و مانده کرده، شما زنا ترکش بکنید. ولی متاسفانه هرچی که ما میگیم گوش برای شنیدن هست، برای قبولیت نیست. بس همه قبول کس نمیشنود. او رو برش میگی که دیروز مولوی صاحب چی گفته بود؟ میگه همی دفعه بکنم باز خیر، همی دفعه برم باز خیر. همه قسم هسته؟ پس این رسم و رواج ها در اینجا ندارد.